یک مثال ساده براتون میذارم. سخنرانی آقای خامنه‌ای 29 خرداد 88 ایشون آمدن گفتن احمدی نژاد از هاشمی به من نزدیکتره و اتمام حجت هم میکنم، اگر شما نشینید سر جاتون میشینم سر جاتون و آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور محبوب بنده است. به نظر من همون موقع میبایست سران اپوزیسیون سبز نقد میکردند رفتار آقای خامنه‌ای رو، که بگن آقای خامنه‌ای این انتخاب شما اشتباه غلطه، این برخورد شما با انتخابات که 5 ساعت بعد از انتخابات شما میایید مهر میذارید پای انتخاباتی که روی موضوع مناقشه است، این خلاف اون تعهدی که شما در قانون اساسی کردید، اینو بحث میکردن باشون. امروز میبینیم آقای خامنه‌ای به پنهان یا آشکار در این میگه اون سخنی که من اونجا گفتم اشتباه بود، در این میگه اشتباه بود. اگر ما اون زمان گفتگو کرده بودیم با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، امروز توده‌های وسیع بیشتری میفهمیدند که کسانی بودند که تدبیر داشتند، مسئولیت داشتند و وقایع را میدیدند. یکی از مسائلی که جنبش سبز باید با خودش حل بکنه، به خصوص فعالین و چهره‌های جنبش سبز، این هست که با آقای خامنه‌ای گفتگوی آشکار، آقای اشکبری هم اشاره میکنه نه پشت پرده، آشکار یعنی آقای خامنه‌ای، خود آقای خمینی در دوران مبارزه، یعنی از 15 خرداد تا 22 بهمن با شاه گفتگوی علنی و آشکار داشته. اگر ما بخوایم تغییر درست بکنیم، اگر بخوایم اپوزیسیون رو اعتبار بهش بدیم و حق رهبری کردن بهش بدیم، اینو بعد واسه در نظر بگیریم. من خیلی خوشحال شدم که آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی آمده میگه شما کوتاه بیا، ایشون هم کوتاه بیاد. فقط به این که خطاب قرار داده آقای رهبری جمهوری اسلامی رو، فقط به این دلیل خوشحال شدم. به مضمون سخن که آیا درست بود یا غلط بود بحث جداگانه است، ولی اینکه شما مسئول مملکت هستید، تمام اختیارات هم گرفتید، باید پاسخگو باشید. معتقدم که این نیست که حکومت جمهوری اسلامی ایران بتواند مملکت گردانی بکند بدون پایبندی به هیچ ضابطه قانونی. دوستان عزیز، یه همچین دورانی گذشته از کشور ما. حتی آقای خامنه‌ای، ولی فقیه مطلق الانان، قادر نیست بدون توجه به موازین قانونی که جا افتاده و پذیرفته شده حکومت بکنه. ما نباید این فکر رو ترویج بکنیم که حکومت به هیچ ضابطه قانونی پایبند نیست. باید بگیم پایبند باش و اینجا خطا کردی، اینجا از مسئولیت خودت پا فراتر گذاشتی. مشکل ما، مشکل مرکزی ما با آقای خامنه‌ای باید این باشه که آقای خامنه‌ای به حدود قانونی که قانون اساسی برای تدوین کرده چرا پشت میکنی؟ وزیر اطلاعات رو 5 ساعت پشت رفته تو وزارتخونه اطلاعات وایساده و جستجو کرده که چه میگذره، بعدم وزیر اطلاعات خواسته عوض کنه نگذاشته. در اینجا ما جانبدار احمدی نژاد نیستیم، ولی اعتراضمون به حکومت که این از حدی که قانون برای شما فراتر گذاشته جلو رفتی و این خطرناکه. تمام اختیارات رو آقای اشکبری هم داره میگه، تمام اختیارات وصل شده به آقای خامنه‌ای. چرا قانون برای رئیس جمهور حدود اختیارات، برای مجلس حدود اختیارات، چرا حکم حکومتی صادر میکنی در مورد روزنامه ها؟ اینها باید در جنبش مطرح بشه. من اگر میگم گفتگو، امیدم این نیست که امتیازی بگیرم، امتیازی بدم. مسئله امروز این نیست، مسئله پاسخ پذیر کردن حاکم در کشور ماست. ما باید این رو الان پیش ببریم. من امتیازی که الان برید اینو بدید، مذاکره بکنیم، اینو بگیریم، اینو بدیم، تو انتخابات شرکت بکنیم، فعلا اینها بر نخیل و خرما، بر نخیل و دست ما هم کوتاه، ولی میتونیم بحث بکنیم با حکومت و باید بکنیم. والا میگن یه نسل دوباره انقلاب نمیکنه، تا نسل ما که یه بار انقلاب کرده است که قطعا دیگه با انقلاب موافقت نداره، چون آثار و نتایجش رو دیده. ولی واقعیتش که من بر اساس یه تحلیل تاریخی فکر میکنم که باید حتما اصلاحات انجام بشه.
من بعد از قبلا فکر کرده بودم، ولی بعد از مرگ مهندس صحابی به این فکر میکردم که چرا در ایران هیچ سیاست مداری جان سالم به گور نمیبره. توی این 150 سال اخیر شما نگاه کنید، هیچ سیاست مداری توی ایران سالم جان به در نمیبره. و اینه کمتر کشور میشه پیدا کرد که این اتفاق درش بیفته. و این تنها شامل حال سیاست مدارای ما نبوده، حاکمان اونم به همین بلیه گرفتار شده بود. ببینید ناصرالدین شاه امیر کبیر رو کشت ولی خودش هم ترور شد. حالا مظفرالدین شاه اخته استثنائیه، ولی در واقع بعد از مظفرالدین شاه محمد علی شاه مجلس رو به توب بست و اون کارها رو کرد، ولی خودش کجا از دنیا رفت؟ توی کشور غریب. بعدش احمد شاه خیلی چیز نبود، ولی اونم توی کشور غریب دیگه دنیا رفت. رضا شاه چیکار کرد؟ تمام سیاست مدارا رو خلاصه از بین برد، که حالا شاید نمونه بارزی مثلا مدرس بود، ولی خودش مجبور شد تو غربت از دنیا رفت. و محمد رضا شاه مثلا مصدق رو اون کرد، بقیه رو چیز کرد، خودش کجا از این؟ شما هیچ کشوری رو در دنیا پیدا نمی کنید که 4 از رهبران حاکمش خارج از ایران از دنیا رفته باشه، خارج از کشور دنیا رفته باشه. این فقط ایران است که این اتفاق توش افتاده. یعنی یه دور باطلی که بین پوزیسیون و اپوزیسیون، هر جور بخوام چه، بین حاکمان و سیاستمداران جریان پیدا کرد. بیشترین قربانی رو سیاست مدارای ما تو ایران داشتن در این زمینه. ما باید یک جایی بتوانیم این دور باطل رو بشکنیم، و به نظر من جنبش سبز دارد این کار رو میکنه. به نظر من پیامای آقای مهندس موسوی، به خصوص هم پیامی بعد از عاشوراش، که به تعبیر یکی از دوستان ما میگفت که یه اژدهایی دهان باز کرده بود تو عاشورا که داشت میرفت همه رو خلاصه بخوره، میگفت آقای مهندس موسوی با این پیامش یک چوب بزرگ تو دهان این اژدها گذاشت. گفت آقا ما که خیلی دعوا نداریم، ما میگیم خواستار شما اجرا کنه، همه حکومت